سلام بیننده های عزیز تلویزیون، خواننده های گرامی، افغان های بسیار نازنین در هر سر دنیایی که هستین، آرزو میکنم جور سرمند و سرحال باشین. خوشحال هستم که یک بار دیگه محمد علی احمدی برنامه را از غربت تقدیم شما عزیزان میکنم. یعنی ما هنوز هم فعالیت های هنری خود را در غربت ادامه میدیم و برای شما خدمت میکنیم. امروز هم آمدیم مهمان یکی از آوازخوان های بسیار نازنین شدیم که دوست بسیار عزیز ما هستند و در اوفیش و سر میبرد که کلتان با صدا و چهرش آشنایی داریم. خب چی فکر میکنیم؟ بله، همونطور که حد زدیم امروز مهمان حفیظ جان کرانگر شدیم، یکی از آوازخوان های تاپ اوفیش هست و یکی از کسایی هست که آهنگ های پشتویشان نامفدا سر زبان ها هست و گل کرده در این زمان ها. خب گپ های خود با حفیظ جان ادامه میتیم، شما از زندگی و کارکرد های ایمان من بیشتر آگاه میشیم. حفیظ جان سلام و خوش آمدید. یا والا منه نکور دی وادن جانده و سی سلیموشی سلیموشی تسوم جانده و سی سنگه هست خانه تا بود میگذره روزای مسافریست شکر روزای مسافری در اوتریش تو میگذره. چند سال از وطن دور هستیم؟ والا که اختیار در تویم اسم هیر شو دیر موده باشن و سرپاس اتویش کالا کی جو اتویش کالا چی گران یواد نلریم دوستان نلریم مگر زرید زرکی را سردی میشه دی وطن بیادم دوستان بیاد میرازی و بسر یا در یک چیز براتون بگویم که خودت همیشه در خدمت مردم هستی با موسیقی و خود با ما نزدیک هستی در وطن. یکانه چیزی که برای من انرژی میتوه و من سر پای نگاه میکنه این امی نزدیکی من نزدیکی قلبی ما با وطن دارایم است. اگه این امی هم نباشه و فکر میکنم که این روزهای سخت مسافری برای من سختتر و سختتر خواهد بود. اما که میگن مسافری سخت و خریده آن در اگر بزنه؟ بارم به او ریسوک بزنه بود. اما در بارانه اگر شو سر توم تیر شدت من. اما طور که ما از وطن در یک دو سال میشه تقریبا دور هستیم و خدر دل ما با وطن دارای ما به فامیل های عزیز میتفه. من مطمئن هستم که آفرین خودت که 18 ساله در غربت زندگی کردی. 28 ساله. 28 ساله. آوالا پیشه گفتی 28 ساله ایش فکرم نشد. خب به هر صورت حفیظ جان بیان که نام خداین چای هم هست و شم هم هست و گل هم هست دو لاب هست اینجا. خب چای هم پرده پرده و صحبت های خدا آغاز میکنیم. میشه که از کارهای جدیدتان از کارهایی که روی موسیقی هم بتا کار میکنیم در ما معلومات بتیم که چی کارهای روی دست دارین در آینده؟ زما ورسته البوم پا دوزر و یولسم که اواته دوزر یولسم نرپودی خواه حس هم یوکره چه نوی شانس را جور کو خو چم لکه چه خواه پی کاربار که دیر مصروفیم او در موسیقی لپاره لبالا من را دیر وقت نلرم نو دیگه برسیر بیا می حس اوکره در نوی البوم انشالا پا دقیقه یا دو دری افتو که وزی او هیلمندی ورته ډېره ډېره د دوستان ډېر انتظار دي د ټولو درنو لیدونکو نه هېوادوالو نه بښنه غواړم که زما هنري کارونه داسې لږ د رسېږي یا نه رسېږي او یا ټوټې ټوټې د رسېږي زه ملامت یم انشاءالله په راتلونکي کې زه به یې جوړ کړم او دغه نوی البوم دا به جبران کړي انشاءالله. بیا خیر باشه. نه خود ګناه خود نیست، امی کارهای روزمره در بیرون و مصروفیتهایی که آدم میداشته باشه در جریان روز خودش هم دست و پاچه آدم بسته میکنه و نمیمونه که کارهای موسیقی رو زیادتر رویش کار بکنه. اما تا این مسئله از فکر میکنه. خب ولی جان آده خود دینه شکر خدا نه نزدیک که آمدی و کلگه پار از نزدیک میبینی بیبینی که چقدر مشکل است. ما در این محیطی که زندگی میکنیم کمبودی بسیار زیاد داریم. هنرمندهای که به حساب ما رنگرویی کنه، شاعرهایی که برای ما چیز درست کنه و خود ما متاسفانه یه تنها برای موسیقی وقت نداریم که صرف موسیقی کنیم. خب با وجود از با وجود کل مشکلات که هست با یک عالم مشکلات بازم تکرار میکنم موسیقی زیاد افغانستان با جور شو و یک مقدار آلمان جور شو و در کشورهای دیگه با جور شو یک عالم وقت در بر میگیره و نگفته نمانه که یک عالم مصرف هم داره و برای تلویزیون ها و رادیوهای عزیزی که میرسه اونم یک وقت در بر میگیره و تشکر میکنم از شما که کارای نیم و نیم کلا و کنده کنده ما رو نشر میکنن. خدا نکنه. خب دوره از این البوم جدید هم که گفتین در کل چند آهنگ داره در این البومتان و
شعرا و کامپوزای از این آهنگ ها از کیها هست و چند آهنگ فارسی، پشتو و زارگی فکر میکنم آهنگ های امتار دیگه البوم در البوم زن سخت افغان بلم نه پیموال از ما پا در اینه که اگر در افغانستان هر گوچ از ما پس بکیده در هر بخ هر کوچه و پس کوچه چه خبر از زمان هوا داره تگرام ده نو به دقیق البوم که می حسد کرده چه یوه دسته خکل از ای سندره بسی یک خانه نم تو قدرانی مزدارم تو میده میده مزدار و یک دو اتن او یو دو نور پختو سندری دی پکه اما یوه سندره چه پدی که ما تا دیر افانده واره ده دیر افانده واره ده اگه با ولی جانم رو بنده خبری که چه بله افانده واره ده نو هم دیر افانده واره ده نو در سندره می فرمایشی جوڑه کرده یو زمانگا اصاس یو دیر خوش شاعر پالمان که وسی گی سمیودین افغانی سیب چه همیشه ما سر هم رسته کرده و خوش شیرون را تر لیگلی ما او تا زنگ بود چه زمان در سیو شیر پکار ده چه دغه سه خاص مطلق دسته لغمانی را جوانری یعنی دریست بس مطلعه لغمان منتظر باشین که حفیظ جان کار کاملا لغمانی بر شما داره نو بس اگر نمی هیره اکره چه زبارم چه پدر شیر که دغه شهر اوسی دغه خاطراتی پکی اوسی از این شیر که دو فرد شیرش بر ما بسید تکلوه می کنین یا می خوانین چه قسم خب یک کمک یک دو تا قصر شروشنی میپردم و میتونم در کمک بزنم میتونم به کنم زمزمه کنیم میشه و شعری تو بود که من میخواستم ما یک وقت در بخش پناهنگا کار میکنم گفت که اتوان میسازم در اوچه من یکی از امی در یکی اتوان خواه رفتم که دوستای ما بین خود هزارگی صحبت میکنه شما باور کنین برای من ای قدر کم بودی زی لحجی شیرین هزارگی احساس میشد که وقتی من ایشون این در چشمایم عشق آمد و اینا را با یک لحجه خاص دری مزدار صحبت میکردن که من را بیخی در دنیا دیگه برد از اون پایین آمدن در پالوی یک غرفه تلفن یکی از هندوهای افغانستان زنگ میزد افغانستان زنگ میزد و این رمود تو به می لحجه تاپ لغمانی صحبت میکرد که من یعنی لالا را از این پشت سر که خلاش نیست بغلش آمده میرسه یه چهار ماچ کردم یادم به اینان که من دیوانه شده میشه گفتم لالا بوی وطن از پیش تو میه گفت از کجا هستی؟ گفت من خواست لغمان هستم وی گفتم همین روش باز هم ماچ کردم خب به هر صورت دیگر بمی امروز هم تک احساسک برم پیدا شد که هنوز هیچ خواندنه تا هنوز خوانده نشده که سر دمی دری لغمانی باشه بمی لحجه لغمانی که هستیم و نیستیم و ایتور گرامر و دری کابلی ما داشت نباشه فکس لغمانی باشه یعنی مانه که استکی و نیستکی و چون برن بایی کمان تو ما میگیم دیگه بسیار بیان که دو فرد از این شعر بشنیم از شما ای خب ای چندین فرد داره خدا کنه که در یاد باشه باز کوشش میکنیم که در این آخر مصاحبه شما خواهش خواهد کردم که یک تو تککش از اون بامره موسیقی برشان نشد کنیم خب میگن یه مبلغ ما این چل است دوستای عزیز این چون گرفتن است که در این وقت آواز تنچان میکنم خیر بست آواز ما آواز چیزی نیست بر صورت خب میگن او میرم لرمان جان و رو پا دل ما تنگ شده است میرم لرمان جان و رو پا دل ما تنگ شده است ملک بیگانه با مزندان ده مزنگ شده است میرم لرمان جان و رو پا دل ما تنگ شده است بابا بسیار مقبول ای خاص برای دوستایی که از سمت لغمان هستن خاص برای از اونا سروده شده و اونا میفهمن درد دل شما را اونا میفهمن که دوری از وطن و سرایدن چنین آهنگا چقدر خوشایند است برای چیزی که ما میخواستم در این قسمت اضافه کنم اویست که برای هر بخش نام از لغمان گرفته شده اما هدف از کل وطن است و خاطر که در اکثر جای تکرار شده که فرض مثال دلم در لندن وطن آمده و دلم پشت لوگرجان میگفه یا دلم فرض مثال در امریکا وطن آمده و دلم پشت کابل جان در دک دک است از این بگوین که چی ها فقط عزم سفر به وطن داره
گیر ساختی ما را والا دیدم این سوالت. خب عزم سفر من میخواستم دوست عزیز که یک چیز سر دست داشته باشم، یک چند خواندن اودیویی یا ویدیویی که در وجه پیش دوستا و رفیقایی که میریم دست خالی نریم دیگه. بخیر امی کارای اون نریم که چیز رونق بیاره و زواده کنم چه پنجده رفتون که انشالله پلوگرام دوستان و سره خپل هواد که بسره و برو او سه چیم زمان لازم شوی که ستاسو خدمت کده. بسیار عالی، ما هم منتظر کارها هستیم بخیر و امرای حفیظ جان بسیار در خدمت شما هستیم در کارهای شما. بیننده های بسیار عزیز، ما میخواییم از حفیظ جان بپرسم که امی شعر کمپوز بسیار تو شیرین و مزدار از کدام شاعرها میگیره و کدام کمپوزیتورها با خودت همکاری داره؟ بله نمیفهم از کدامش زود یادآوری کنم. دیر لمن چی دیدی نمونه را نهیر نشی. دخ محترم استاد سنگروات سب چی پا لندن که جوان کهی، محترم سمیع الدین افغانی پا المان که جوان کهی، محترم تاج محمد فعال پا اتریش که جوان کهی، خاقل با ورزای سپا افغانستان که دیدو او نور دیر شعران و دیر شعران از گت اخلم او بعضی دیدو شعران دومره ما سر دزره مینه و محبت لری چه پا خپل خوک آواز که را تا کمپوزم جور کره سنگروات سر مرنه کور ودان او افغانی سر چه دی خواگو شیرون کلا کلا زمان پا تبای جوری را تا چه زد سخوارم کلا کلا دیابوی خواگو شیرون از استفاده کم را تیلی گلی چه دزره لکم طول نمان نکم. بسیار بی بیانگ از کانسرت ها و پلان های آینده که روی کار داره از او بپرسیم که چی پلان های روی دست هست؟ بدون از این آهنگایی را گفتین دی کنسرتون و پلانون خوص پا در نجدی را تون کی که دو کنسرت از ما در دیر و خواگو دوستان و مرسته و پلان کشته پا یو درشم دی مارچ دی نوی کال پا ویار یا دی نوی کال پا ارواند یو کنسرت لرو دی ویانا پا خکولی خار که چه انشالله زباور لرم چه ستا پا همکاری او در امشان او در طول دوستان از ما در نجدی دوستان پا همکاری در پروگرام انشالله خواندور پایته و رسیگی. بل کنسرت پا همدغه میاشت که بیام پا دوویشتم دی مارچ دی اینسبرگ پا خکولی خار که ده نو بیا دیگه نبوسته دانو زما دی طول و درانو یوادوال پور اله داری که دا سندر یاو دی لرمان جان سندر یا فرز مثال اگه دی فاقمان سندر او دا نور کم خوخیگی نو زما دی دوستان سر اڑی کیونی سی ما سر اڑی کیونی سی منگو بڑی رمین طول یوادو تش. بله دوستان عزیز، کسایی که علاقه‌مند کنسرت های حفیظ جان هستن و مطمئن هستم که در کشور اتریش همگی حفیظ جان دوست دارد چون سال هاست در اینجا برای مردم برای جوان ها خدمت کرده، حتما در کنسرت ها شرکت بکنین و قدم را چه بکنین و ما را خوشنود بسازین. ای تو دوست می باشه می بینید دوست عزیز خوب دوست عزیز، من می خواستم این را پیشتر پرسان بکنم که شما کنسرت های در خارج از اتریش هم داشتین و پلانش هم داریم که در آینده هم داشته باشین، اگر دوست های که خواهش داشته باشن و شما رو اونجا دعوت بکنن برای کنسرت حاضر هستیم که با اونا همکاری داشته باشین؟ گفتی اگر کنی کیو پرسش آرزوی من دیدار دوستا و رفیق هست. بله خارج از کنسرت های زیاد در ولایت مختلف اتریش داشتم، خارج از اتریش در کشورهای همسایه کنسرت های داشتیم، دوستا محبت کردن، رفاقت کردن، همه چیز رهبری کردن و در آینده کسایی که میخواین به حساب سپانسر شان پروگرام ها را یا تنظیم و ترتیب کنن قد خودم در تماس شوند، قد خود در تماس شوند انشالله دیدار با خواهد رسانیم. با مو لحجه افغانی مگر لندن هم رفتی نرفتی؟ والا لندن خودسی چار در برفتی بله پروگرام های در لندن هم داشتم، در باشن انگلستان پروگرام های داشتم، در اوکراین پروگرام های داشتم، در آلمان پروگرام های داشتم و در اتریش و کشورهای نزدیک مانند سلواک دوست عزیز ما دوجه زندگی میکنند پروگرام های داشتم که از محبت خاصشان برخوردار بودم. صمیمانه از کارشان تشکری میکنم. بیاییم که به تفاهم هم آهنگ بهمان جان یک کوتاه بشنویم.
ما در یک قسمت میخوایم اضافه کنم که نمی آدم مرا وعده کرده که برزیل ارمانجو این کلیپ خاص شروع میکنه. دوستای عزیز نمانیم که این آدم گپ شده ماها بکشه بارامجان عزیز. اینها باید خب دوستان منتظر است، من منتظر استم یکم آهنگ خاص شنیدیم و منتظر کلیپ مقبول از خود شما هستیم. بله دوست عزیز منتظر کلیپ باشین با زودترین فرصت انشاءالله که از این کانسرت ها فرصت پیدا کنیم انشاءالله کلیپ هم میسازیم و تقدیم شما عزیز ها میکنیم. خب با شنیدن همین آهنگ که کوتا مشنهیم روزی مشنهیم کوتا آهنگ بشنهیم و با شنیدن همین آهنگ شما را هم بلای بینیاز بسپارم. اگر حفیظ جان کدام گفتنی خاصی دیگه داشته باشه؟ گفتنی خاصی دیگه چیزی ندارم صمیمانه، از خودت و تیم کاری رامشان صمیمانه سپاسگزاری میکنیم که همیشه مرا همکاری کردین و کارهای هنری نیمونیم کنیم مرا همیشه سپورت شدین و یگانه آرزویی که دارم از فرد فرد افغانستان، از فرد فرد افغانستان، برادرای من، وطندارای من، عزیزای من، ما اینقدر بس است، این جنجال ها، عمیق جنگ ها، همه چیز بس است. ما و شما دوست هستیم، برادر هستیم، هموطن هستیم. اگر یکی ما سر یکی دیگه خود دل نسوزانیم، هیچ کسی دیگه، نه خارجی و نه همسایه و هیچ کسی کار نخواهد کرد. ما آرزوی من زندگی خوش بر هموطنهای ما است و لبخند سر لباشون، دانایشون و زندگی خوش برشون آرزو دارم. خب به همی امیدواری تا برنامه های بعدی که من احمد ولید احمدی از قربت تقدیمتان میکنم. بدرود.